بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، میترا وصال هستم، دانشجوی دکترای فیزیک اتمی و مولکولی دانشگاه علم و صنعت. در خدمتتون هستم با ارائه درس حل مسئله الکترومغناطیس 1. این ویدیوی آموزشی برای فرادرس تهیه شده و امیدواریم از این آموزش بهره و لذت کافی رو ببریم. فصل اول، آنالیز برداری. با توجه به کاربرد بسیار زیاد آنالیز برداری در درس الکترومغناطیس، تقریبا فصل اول تمامی کتب مراجع این درس به بحث آنالیز برداری و مرور فرمول‌هایی که شما قبل‌تر در درس ریاضی فیزیک 1 باهاش مواجه شدیم پرداخته و بر این مبنا ما هم فصل یکممون رو با آنالیز برداری شروع می‌کنیم. در این فصل فرمول‌های اساسی فصل یکم درس الکترومغناطیس 1 رو مرور خواهیم کرد و بعد از اون به سراغ حل مسئله در حیطه این مباحث خواهیم رفت. بر این اساس به 4 زیرفصل مهم جبر برداری، شیب و انتگرال گیری برداری، واگرایی و تاب برداری و عملگر دیفرانسیل برداری در این فصل خواهیم پرداخت. در ابتدا لازم میدونم خدمتتون عرض کنم که انشاءالله در ابتدای هر فصل ما مروری خواهیم داشت بر فرمول‌های اساسی و کاربردی اون فصل. خب به سراغ مرور فرمول‌های فصل یکم یا همون آنالیز برداری می‌ریم. از فرمول‌های جبر برداری در دستگاه کارتزیان یا دکارتی شروع می‌کنیم. ابتدای امر این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در این درس ما با 3 دستگاه مختصاتی کارتزیان یا دکارتی، استوانه‌ای و کروی سر و کار داریم و کلید حل مسائل در این دستگاه این هستش که با فرمول‌های مربوط به این دستگاه‌ها و نحوه انتقال 2 دستگاه به هم دیگه در واقع آشنایی داشته باشیم. بنابراین از جبر برداری در دستگاه دکارتی یا کارتزیان شروع می‌کنیم و دستگاه‌های بعدی رو هم به مرور توضیح خواهیم. 2 بردار A و B رو در دستگاه کارتزیان یا دکارتی در نظر بگیرید. همونطور که می‌بینید این بردارها بردارهای 1K دارن که با اونها شناخته میشن و این بردارهای 1K بردار I-hat, J-hat و K-hat هستن که مربوط به دستگاه دکارتی هست. حالا فرض کنیم اگر که ما بخوایم جمع یا تفریق بین این 2 بردار رو به دست بیاریم، از اونجایی که هر 2 بردار در دستگاه دکارتی حضور دارن، به راحتی میتونیم مؤلفه های هر راستا رو با هم دیگه جمع یا تفریق کنیم و در کنارشون بردار 1K مربوط به اون راستا رو قرار بدیم. در نهایت مجموع این مؤلفه هایی که به دست آوردیم به ما 1 بردار رو خواهد داد که بردار حاصل جمع یا حاصل تفاضل این 2 بردار اولیه‌مون خواهد بود. در ادامه به سراغ 2 ضرب مطرح و مشهور برداری، یعنی ضرب خارجی برداری یا ضرب خارجی بین 2 بردار و ضرب داخلی بین 2 بردار می‌بینیم. در ضرب خارجی بین 2 بردار همونطور که در درس ریاضی فیزیک 1 حتما خوندید، 1 دترمینان باید تشکیل بدیم، 1 دترمینان 3 در 3. سطر اول این دترمینان شامل بردارهای 1K مختصاتی هست که در اون حضور داریم که ما از اونجایی که اینجا دستگاهمون دستگاه دکارتی هست، آی هات، جی هات و کی هات در سطر اول دترمینان قرار گرفتن. سطر دوم مؤلفه های مربوط به X و Y و Z بردار اول قرار می گیرن و در سطر آخر یا سطر سوم مؤلفه های X و Y و Z بردار دوم قرار می گیرن و در نهایت حل این دترمینان جوابی رو به ما میده به صورت 1 بردار که جواب ضرب خارجی این 2 بردار اولیه‌مون خواهد بود. اما در مورد ضرب داخلی، از اونجایی که حتما می دونید حاصل ضرب داخلی 2 بردار 1 عدد یا اسکالر هست و در واقع جهتگیری نداره، بنابراین به راحتی میتونیم مؤلفه های هر راستا رو در هم دیگه ضرب کنیم و مجموع این ضرب ها در کنار هم دیگه 1 عدد رو به ما میده که اون عدد حاصل ضرب داخلی 2 بردار اولیه‌مون خواهد بود. علاوه بر این فرمول هایی که اینجا ذکر کردیم در مورد ضرب داخلی و ضرب خارجی، اگر که اندازه این ضرب ها رو بخوایم که حالا در مورد ضرب داخلی معادل با خوده ضرب داخلی است، اما در مورد ضرب خارجی ما 1 جهت هم لازم داریم. اگر اندازه این ضرب ها رو بخوایم به راحتی از این فرمول ها هم میتونیم استفاده کنیم. در واقع اندازه ضرب خارجی 2 بردار برابر میشه با اندازه بردار اولی، اندازه بردار دومی، سینوس زاویه بین 2 بردار A و B. و در مورد ضرب داخلی برابر میشه با اندازه بردار اولی، اندازه بردار دومی، کوسینوس زاویه بین
دو بردار اولیه‌مو. حالا بحثی که پیش میاد این هستش که حالا اندازه خود بردارهایی که گفتیم رو چطور باید به دست بیاریم، از اونجا که در دستگاه دکارتی هستیم و سراستای ایکس و وای و زد کاملا بر هم عمود هستن، به راحتی ما اندازه بردار A رو میتونیم از جذر در واقع مؤلفه X به توان 2 به علاوه مؤلفه Y به توان 2 به علاوه مؤلفه Z به توان 2 اون بردار به دست بیاریم. اما این عملیات های برداری که الان در دستگاه دکارتی توضیح دادیم در دستگاه کروی و استوانه‌ای به این سادگی انجام پذیر نیستن، چرا که ما در دستگاه کروی و استوانه‌ای بردارهای یکی داریم که در فضا در حال چرخش هستن و سوگیری دارن. برای راه حلی که برای این دو دستگاه، این دستگاه کروی و استوانه‌ای مطرح میشه این هستش که در واقع بردارها رو به دستگاه دکارتی انتقال بدیم و بعد عملیات برداریمون رو، عملیات جبر برداریمون رو در دستگاه دکارتی پیگیری کنیم. برای انتقال بردارها به دستگاه دکارتی کافی هستش که بردارهای یکی اون در واقع دستگاه رو اولا انتقال بدیم به دستگاه دکارتی و در ثانی انتقال پارامترهای غیر دکارتی به پارامترهای دکارتی رو دنبال کنیم. بر اساس این توضیحاتی که داده شد به سراغ در واقع فرمول‌های جبر برداری در دستگاه استوانه‌ای ابتدا می‌بینیم. همونطور که گفتیم دو مرحله داریم، تبدیل بردارهای یکه و تبدیل پارامترها. برای بردارهای یکه در دستگاه استوانه‌ای همونطور که می‌دونیم سه بردار یکه آرحت، فیحت و کیحت رو داریم که بردار یکه کیحت همون بردار یکه‌ای هست که در واقع ما در راستای زد در دستگاه دکارتی باهاش مواجه بودیم، بنابراین انتقالی نیاز نداره، اما بردار آرحت و فیحت باید منتقل بشه. برای انتقال این بردارها به دستگاه دکارتی کافی هستش که ما تصویر این دو بردار رو در راستای X و Y داشته باشیم و کنارشون مؤلفه های بردار یکی در واقع آیحت و جیحت رو قرار بدیم. تصویر آرحت روی محور X ها همینطوری که از روی این شکل پیداست در واقع برابر خواهد بود با کوسینوس زاویه فی و تصویر آرحت در راستای محور ایگرگ ها برابر با سینوس زاویه فی خواهد بود. همونطور که میبینید آرحت به راحتی در مختصات دکارتی بازنویسی میشه. در رابطه با فی حت هم همینطور هست، اگر که ما زاویه بین در واقع این فی حت و این محور عمودی که به صورت نقطه چین اینجا نشون داده شده رو فی بگیریم، سینوس فی برابر با تصویر فی حت روی محور X ها میشه و کوسینوس فی برابر با تصویر فی حت روی محور Y ها میشه. اما از اونجایی که فی حت به صورت پادساعتگر در حال چرخش هست، یک علامت منفی در کنار مؤلفه X اش قرار میگیره. در رابطه با تبدیل پارامترها به پارامترهای دکارتی، ما دو پارامتر در دستگاه استوانه‌ای داریم، یکی پارامتر R یکی پارامتر فی. پارامتر R همونطور که روی این شکل هم پیدا هست در واقع برابر هست با جذر x2 به علاوه y2. در مورد فی هم آرک تانژانت در واقع x به روی y و ما زاویه فی رو خواهد داد. بعد از اون به سراغ دستگاه کروی میریم و انتقال دستگاه کروی به دستگاه دکارتی رو دنبال خواهیم کرد. باز هم تبدیل بردارهای یکه رو خواهیم داشت در ابتدا. همونطور که میدونید دستگاه کروی شامل سه بردار آرحت، فیحت و تتاحت هست که این بردارهای یکه رو باید به دستگاه دکارتی انتقال بدیم. بردار فیحت که قبل‌تر در دستگاه استوانه‌ای انتقال داده شد به دستگاه دکارتی، بردار آرحت و تتاحت به این شکل به راحتی میتونه به دستگاه دکارتی انتقال پیدا کنه. من یه توضیح کلی بدم، تصویر آرحت در دو راستا قرار میگیره، یکی تصویر در راستای Z و یه تصویر روی صفحه X و Y که تصویرش در راستای Z برابر با در واقع کوسینوس تتا خواهد بود که اینجا مشاهده میکنیم نوشته شده. در مورد تصویرش روی صفحه X و Y نکته که باید بگیم این هستش که وقتی که تصویر میکنیم آرحت رو روی صفحه X و Y، جهتش دیگه میشه آرحت کوچیک که آرحت کوچیک رو ما در دستگاه استوانه‌ای در اسلایدهای قبل‌تر انتقال دادیم به دستگاه دکارتی و میشه به راحتی جایگزین کرد. بنابراین آرحت و تتاحت هم طبق این دو تصویری که میبینیم بر حسب آیحت، جیحت و کیحت بازنویسی خواهد شد. بعد از اون باید به سراغ تبدیل پارامترهای کروی بریم که سه پارامتر R، تتا و فی رو خواهیم داشت
همونطور که روی شکل میشه مشاهده کرد، در واقع پارامتر R برابر با جذر X2 برابر Y2 برابر Z2 هست. پارامتر فی رو توی دستگاه استوانه ای هم توضیح دادیم، آرک تانجانت X به روی Y خواهد بود. پارامتر تتا آرک تانجانت Z به روی R خواهد بود که حالا معادلش این عبارت رادیکالی رو میشه نوشت. علاوه بر عملیات های جبر برداری که اینجا ذکر کردیم، یه سری عملیات ها برای عملگر برداری داریم، شامل گرادیان، دیورژانس کرو و لاپلاسی، و یه سری عملیات های دیفرانسیلی و انتگرالی داریم که نیازمند المانگیری های طولی و سطحی و حجمی هستن که ما میخوایم در این قسمت به این مطالب بپردازیم. خب به سراغ بحث گرادیان میریم. این چهار عملیات جبر برداری که اینجا ذکر کردیم، گرادیان، دیورژانس کرو و لاپلاسی، برای همه دستگاه مختصاتی شامل یه فرمول کلی هستن که توی این فرمول ما دو تا پارامتر HN و UN داریم که طبق این جدولی که اینجا آوردیم این پارامترها رو جایگذاری میکنن و این پارامترها در واقع این جدول برای تمامی این چهار عملیات جبر برداری ثابت خواهد بود. همونطور که توی تصویر میبینیم، گرادیان یک تابع F برابر هستش با سیگما N از 1 تا 3، 1 به روی HN، مشتق جزئی اون تابمون نسبت به UN در راستای UN بردار یکش رو هم کنارش قرار میدیم و HN ها و UN ها از توی این جدول میتونن به راحتی جایگذاری بشن. فقط نکته‌ای که اینجا وجود داره این هستش که در مختصات استوانه ای این رو دقت کنید که U2 شما فی هست و در مختصات کروی فی در قسمت U3 قرار گرفته، چون پارامترهای معادلشون که H2 و H3 هستن باید اینجا جایگذاری بشن. این رو همیشه دقت داشته باشین که اشتباهاً در مختصات کروی فی رو U2 فرض نکنید. خب در ادامه به سراغ دیورژانس میریم. برای فرمول دیورژانس، اگر که دیورژانس آر رو بخوایم به این صورت بازنویسی میشه، باز مؤلفه های آر رو در هر راستا نیاز داریم که در واقع مشتق جزئیشون نسبت به یو همون راستا گرفته بشه. باز همین جدول رو داریم و به راحتی پارامترها رو میتونیم جایگذاری کنیم. در مورد کرل که در واقع چرخش بردار رو نشون میده، باز ما یه دترمینان داریم، همونطور که توی ضرب خارجی بین دو بردار ما دترمینان رو داشتیم. الان دیگه بین دو بردار نیست، بین یک عملگر دل با یک در واقع بردار هست. اینجا جایگذاری باز به راحتی از روی این جدول انجام میشه و در نهایت به بحث لاپلاسی میرسیم که به دل دو یا دیورژانس گرادیان هم معروف هست و به این صورت که میبینید فرمولش در واقع ذکر شده و باز هم جدولی که میبینید رو داره. بعد از این مباحث به سراغ المانگیری های طولی و سطحی و حجمی میریم که در انتگرال گیری ها بسیار مورد استفاده خواهد بود. اول المان طولی خواهد بود که DL هست. DL به صورت سیگما N از 1 تا 3، HN DUN در راستای UN هست قرار میگیره که باز هم همین جدولی که توی اسلایت های قبل تر بهش اشاره کردیم اینجا هم کاربرد داره. در مورد المان سطحی، ما 3 تا المان سطحی داریم در مختصات های مختلف که بسته به نوع مسئلمون اینکه کدوم یک از این المان های سطحی رو در نظر بگیریم در واقع متفاوت خواهد بود که این رو ما انشاءالله در حل مسئله باش آشنا میشید که کدوم یک از این المان ها رو باید در نظر بگیرید. در واقع به صورت کلی اگر بخوایم بگیم، تغییرات سطح در هر راستایی که انجام میشه در اون راستا باید المان گیری انجام بشه. و در نهایت به المان حجمی میرسیم که حاصل ضرب H1, H2, H3 در DU1, DU2, DU3 هست که باز به راحتی میتونیم از این جدول یوها و اچها رو جایگذاری کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در این قسمت در خدمتتون هستیم با حل مسئله جبر برداری. مثال اول گفته با در نظر گرفتن بردارهای A و B حاصل A به علاوه B رو پیدا کنیم. همونطور که روی تصویر میبینید، بردار A ما بر حسب بردارهای 1K آرحت کوچیک، فی حت و کی حت بیان شده. از روی همین بردارهای 1K که معرف بردار A هستن، به راحتی میشه تشخیص داد که بردار A ما در دستگاه مختصات استوانه‌ای ذکر شده. و
و در مورد بردار بی هم با توجه به آرحت بزرگ، فیحت و تتاحت در واقع این بردار در دستگاه کروی بیان شده. خب برای بردارهای غیر دکارتی ما قبلتر این رو بیان کردیم که جبر برداری به سادگی دستگاه دکارتی نخواهد بود و راه حلی که برای جبر برداری روی این بردارها مطرح شد این بود که این بردارهای اولیه رو به دستگاه دکارتی انتقال بدیم. برای انتقال بردارهای اولیه‌مون به دستگاه دکارتی دو مرحله لازم داشتیم، یکی انتقال بردارهای یکه و دوم انتقال پارامترهای غیر دکارتی. در این صفحه بردار A رو می‌بینید، همونطور که گفتیم این بردار در دستگاه استوانه‌ای بود. برای انتقال این بردار به مختصات دکارتی ابتدا تبدیل بردارهای یکش رو می‌بینیم با هم دیگه، همونطور که قبل‌تر بیان کردیم آرحت بر حسب آیحت و جیحت به این صورت بازنویسی میشه و فیحت هم بر حسب آیحت و جیحت به این صورتی که در این پایین می‌بینیم بازنویسی میشه. در مورد تبدیل پارامترها هم آر و فی رو باید تبدیل کنیم و در واقع آر و فی رو باید بتونیم بر حسب ایکس و ایگرگ بنویسیم که قبل‌تر بازنویسیش رو انجام دادیم و الان دیگه کافی هستش که این چهار مؤلفه‌ای که دیدیم، یعنی آرحت، فیحت، آر و فی رو در بردار اولیه آمون جایگذاری کنیم. یک نکته ای رو اینجا خدمتون ذکر کنم. ببینین اگر که دوستان به این قسمت آرحت و فیحتی که بر حسب آیحت و جیحت بیان شدن دقت کنن، برای بازنویس آرحت در دستگاه دکارتی باز هم ما از پارامتر فی استفاده میکنیم برای معرفیش، که حواستون باشه این پارامتر فی رو باید از روی اینجا این پارامتر فی که بر حسب ایگرگ و ایکس بیان شده اینجا جایگذاری کنید در نهایت. خب بعد از جایگذاری پارامترها و بردارهای یک به یک مجموعه ای میرسیم که اینجا یک خورده دستبندیش کردیم، تمامی مؤلفه هایی که در راستای آیحت قرار گرفتن رو داخل یک کروشه قرار دادیم که در واقع معرف AX یا مؤلفه X بردار A ما هستن. تمام مؤلفه هایی که در راستای جیحت قرار می گرفتن رو باز در یک کروشه دیگه قرار دادیم که معرف AY یا مؤلفه Y بردار آی ما هستن و در مورد کاهت هم که فقط همون زدی رو داریم که تو صورت A مطرح شده بود. به سراغ بردار B میریم. بردار B مون همونطور که گفتیم در دستگاه کروی مطرح شده، بنابراین پارامترها و بردارهای یکش متفاوت از دستگاه استوانه‌ای هست. آرحت بزرگ، فیحت و تتاحت اینجا بر حسب آیحت، جیحت و کیحت بازنویسی شدن. پارامترهای کروی که شامل آر، فی و تتا هست هم بر حسب ایکس و وای و زد بازنویسی شده. نکته‌ای که باز اینجا باید ذکر کنم خدمتون، در مطرح کردن آرحت و تتاحت بر حسب آیحت، جیحت و کیحت همونطور که می‌بینیم پارامترهایی که استفاده کردیم پارامترهای کروی هستن، تتا و فی، که این دوتا رو باز باید بر حسب ایگرگ و ایکس جایگذاری کنیم. این نکته رو فراموش نکنیم. خب بعد از جایگذاری هایی که لازم بود انجام بشه، در واقع بی بر حسب سه مؤلفه خودش، بر حسب بی ایکس، بی ایگرگ و بی زد که هر کدوم در راستای ایکس، وای و زد هستن مطرح میشه. تمامی مؤلفه هایی که در راستای آیحت بودن داخل یک کروشه جای گرفتن که معرف بی ایکس یا مؤلفه ایکس بی هستن. تمامی مؤلفه هایی که در راستای جیحت بودن در داخل یک کروشه دیگه قرار گرفتن که معرف بی ایگرک هستن و اونهایی هم که در راستای کیحت بودن معرف بی زد هستن که در یک کروشه قرار گرفتن. این جدا سازی بردار اولیه بر حسب مؤلفه ایکس، ایگرک و زدش خیلی حائز اهمیته، از اون جهت که در نهایت ما باید برگردیم به جبر برداری که از همون خواسته شده که در این مسئله جمع بین دو بردار هست رو روی اینها انجام بدیم و در هنگام جبر برداری ما نیازمند این هستیم که مؤلفه به مؤلفه عمل کنیم، یعنی مؤلفه های همراستا رو مثلا با هم دیگه جمع کنیم یا از هم کم کنیم. بنابراین دونستن مؤلفه های یک بردار در راستاهای مختلف اهمیت داره. خب در نهایت به اون مسئله اصلی میرسیم که در صورت سوال از ما خواسته بود که جمع دو بردار بود. الان ما به راحتی در دستگاه دکارتی حضور داریم و به راحتی میتونیم در واقع جمع دو بردار رو در دستگاه دکارتی پیگیری کنیم و در واقع
مؤلف های ایکس رو با هم دیگه جمع کنیم و در راستای آی هت قرار بدیم، مؤلف های ایگرگ با هم دیگه جمع بشن در راستای جی هت و مؤلف های زد با هم دیگه جمع بشن در راستای کی هت. در نهایت برداری که حاصل جمع این سه مؤلفه هست بردار حاصل جمع دو بردار اولی هم خواهد بود. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. در ادامه حل مسئله درس الکترومغناطیس 1 میرسیم به مبحث حل مسئله شیب و انتگرال گیری برداری. خب اول به سراغ مسئله مربوط به گرادیان یا شیب میریم. صورت مسئله اینطور بیان شده که میدان الکتروستاتیک E به صورت تابع منفی از گرادیان پتانسیل V بیان می شود. اگر پتانسیل به صورت V مساوی E صفر R کوسینوس تتا باشد، مقدار و جهت میدان E رو در نقطه 1 و 0 تعیین کنید. خب اول اینکه این قسمت اول صورت سوال اطلاعاتی که به ما داده اطلاعات بدیهی هست که ما از قبل هم می دونستیم و برامون کاملا واضح هست که میدان الکتریکی برابر با منفی گرادیان پتانسیل هست. اما خب حالا بیانش کرده مجدد. پتانسیل رو به ما به صورت ای صفر آر کوسینوس تتا داده و میدان رو از ما در یک نقطه خاص خواسته. پس بنابراین اول ما باید با استفاده از این پتانسیل میدان رو به دست بیاریم و بعد از اون نقطه رو درونش جایگذاری کنیم تا بتونیم در واقع میدان اون نقطه خاص رو به دست بیاریم. اما قبل از اینکه بخوایم از روی پتانسیل میدان رو حساب کنیم، این نکته باید توجه کنیم که با توجه به اینکه پارامتر R و تتا رو داریم، V ما در دستگاه کروی بیان شده و برای اینکه ما بتونیم گرادیان V رو حساب کنیم، باید از گرادیان در دستگاه کروی استفاده کنیم. خب به سراغ حل با استفاده از گرادیان در دستگاه کروی میریم. همونطور که قبلتر در مرور فرمول‌های این فصل گفته بودیم، عرض کردیم خدمتون که فرمول گرادیان یک فرمول کلی هست که بر حسب HN و UN بیان شده و HN و UN ها بر حسب اینکه در چه دستگاهی هستیم از داخل این جدول کاملا به راحتی میشه استفاده کرد و جایگذاریشون کرد که الان ما در دستگاه کروی هستیم. برای H1 مون 1، H2 مون R، H3 R سینوس تتا، U1 R، U2 تتا و U3 هم فی خواهم بود. پس دیگه حل گرادیان کار راحتی خواهد بود. خب با جایگذاری V به صورت ای صفر آر کوسینوس تتا در فرمول گرادیان و جایگذاری HN ها و UN ها در نهایت به یه همچین عبارتی میرسیم که یک مشتق جزئی نسبت به R خواهیم داشت برای V، یک مشتق جزئی V نسبت به تتا رو خواهیم داشت، یک مشتق جزئی V نسبت به فی. مشتق جزئی V نسبت به R رو اگر بگیریم، در واقع فقط این R توانش که یک هست، یک دونه از توان کم میشه و در واقع حذف میشه و چیزی که باقی میمونه ای صفر کوسینوس تتا خواهد. در مورد مشتق V نسبت به تتا هم که کوسینوس تتا مشتقش تبدیل میشه به منفی سینوس تتا و در نتیجه مجموع این مشتق میشه منفی ای صفر R سینوس تتا. قسمت آخر، از اونجایی که V ما به صورت مستقل بر حسب فی بیان نشده، بنابراین مشتق جزئی نسبت به فی نخواهد داشت و مشتقش نسبت به فی صفر خواهد. خب ایه ما منفی گرادیان وی بود که همونطور که به دستش آوردیم برابر شد با منفی ای صفر کوسینوس تتا آر هست و علاوه ای صفر سینوس تتا تتا هست. اینجا یه ای صفر رو ما فاکتور گرفتیم. نکته که الان پیش رومون هست این هستش که میدان رو ما به دست آوردیم اما به صورت کلی در کل فضا. اگر که میدان رو در یک نقطه خاص از ما بخواد، همونطور که در صورت سوال همین کار رو کرده، اون نقطه‌ای که به ما داده، اون مختصاتی که به ما داده، چون در مختصات کروی بیان شده، ما باید مختصات رو ببریم به مختصات کروی و از حالت دکارتی خارجش کنیم. از تبدیل پارامترهای کروی استفاده می‌کنیم و به راحتی می‌تونیم R، فی و تتا رو بر حسب X و Y و Z نقطه‌ای که در صورت مسئله به ما داده به دست بیاریم که به راحتی جایگذاری می‌کنیم. آرمون میشه رادیکال 2. نقطه‌ای که به ما داده بود نقطه 1 0 بود، در واقع X 1 Y 1 و Z 0. R میشه رادیکال 2، فی میشه پی 4 و تتا میشه پی 2. خب از اینجا به بعد دیگه یک جایگذاری بسیار ساده هست. تتا رو جایگذاری می‌کنیم بر حسب این مواردی که اینجا آوردیم. در واقع فقط تتا رو می‌خوایم تو پارامتر R و فی نیاز نشدن
و جواب نهایی میشه ای مساوی ای صفر تتا هت. نکته که اینجا وجود داره این هستش که از اونجایی که نقطه‌ای که به ما داده نقطه‌ای هستش که تتاش پی دوم هست، یعنی شما از این نقطه که حرکت کنین که نقطه صفر تتا هست، پی دوم میشه دقیقا صفحه ایکس و ایگرگ. در صفحه ایکس و ایگرگ تتا هت رو اگر دنبال کنید برابر و معادل با منفی کی هت میشه. پس بنابراین شما میتونید ای رو به صورت منفی ای صفر کی هت هم بیان کنید. یه تکنیک میانبر برای حل این مسئله وجود داشت از اول و اون این بود که ما به صورت کلی میدونیم که آر کوسینوس تتا بر حسب اون زوایای فضایی و اون شکل کروی که وجود داره در دستگاه کروی، آر کوسینوس تتا معادل با زد هست. در واقع تصویر آر هست روی محور زدها. بنابراین ما اگر به جای آر کوسینوس تتا زد رو بذاریم، راحتی میتونیم گرادیان رو در دستگاه دکارتی دنبال کنیم و صرفا یه مشتق نسبت به زد باید گرفت با یک علامت منفی. همیشه منفی ای صفر زد هت یا کاهت. میبینین که جواب با جوابی که در مرحله قبل به دست آوردیم هیچ تفاوتی نداره. میریم سراغ مسئله دوم. در این مسئله مپس انتگرالی برداری مد نظر هست. صورت مسئله اینطور هست. با فرض اینکه نقطه پی روی شکل میبینیم معادل با 1 و 1 باشه و نقطه پی 1 معادل با 0 و 1 باشه، انتگرال 0 تا پی آر دو دی آر رو در دو مسیر قرمز و سبز رنگ از ما خواسته. اول میریم سراغ مسیر قرمز. در مسیر قرمز در واقع ما دو مرحله مسیر داریم، یکی 0 تا پی 1 و دوم پی 1 تا خود پی. بنابراین انتگرالمون دو قسمت میشه، یکی از 0 تا پی 1 و یکی از پی 1 تا پی. آر دو بر حسب مختصات دکارتی اگر بخوایم برش گردونیم، آر دو میشه ایکس دو به علاوه ایگرگ دو و دی آرمون هم بر حسب مختصات دکارتی معادل میشه با دی ایکس آی هت به علاوه دی ایگرگ جی هت. خب این دوتا انتگرالی رو که اینجا نوشته بودیم بازنویسی میکنیم بر حسب مختصات دکارتی. چند تا نکته اینجا وجود داره. ببینین توی این مرحله اول این قسمت که از صفر تا پی یک هست، ما در واقع تغییراتمون فقط روی ایگرگ هست، بنابراین دی ایکس رو عملا نداریم. پس این قسمت از دی آرمون حذف میشه و فقط دی ایگرگ باقی میمونه. در مورد داخل پرانتزش که ایکس دو علاوه ایگرگ دو هست، از اونجایی که توی این مسیر ایکس صفر هست و ثابت هست، ما میتونیم خود صفر رو وارد کنیم و عملا ایکس حذف میشه. در مورد این قسمتی که در واقع ایگرگ یک رو بیان کرده، از صفر تا ایگرگ یک، ایگرگ یک معادل با ایگرگ پی یک هست که همون یک خواهد. قسمت دوم انتگرال ایکس یک تا ایکس دو، ایکس دو به علاوه یک به توان دو دی ایکس شده. باز ببینیم به همین مبنای که اینجا توضیح دادیم تو قسمت اول، ما بین پی یک تا پی دو توی این مسیر قرمزی که داریم حرکت میکنیم فقط تغییرات ایکس رو داریم و تغییرات ایگرگ رو نداریم. بنابراین دی ایگرگمون صفر خواهد بود و دی آر ما فقط دی ایکس رو خواهد داشت. بنابراین تغییرات ایکس رو باید در قسمت انتگرال وارد کنیم که میشه از ایکس یک که ایکس مربوط به پی یک هست که صفر هست، تا ایکس دو که ایکس مربوط به نقطه پی هست که یک هست. خب دیگه حل انتگراله و خیلی راحت انجام میشه و جایگذاری و در نهایت مسیر قرمز ما به این جواب میرسونه، انتگرالمون رو 1/3 جی هت به علاوه 4/3 آی هت. حالا بریم ببینیم که تو مسیر سبز چه اتفاقی رخ میده. در مسیر سبز ما مستقیما از صفر، یعنی از نقطه مبدا به نقطه پی رسیدیم. خب پس انتگرال میشه آر دو دی آر از صفر تا پی، چون مسیر یک تکه هست دیگه نیازی به در واقع تجزیه انتگرال نیست. آر دو دی آر که میشه آر 3/3 و محدوده انتگرالمون هم میشه 0 تا آر. از اونجا که دی آر رو قرار دادیم بنابراین جهتمون هم آر حد خواهد بود. اما اینجا نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما اینجا باید توی محدوده انتگرالمون آر رو وارد کنیم که چه مقدار هست، در حالی که به صورت عادی در واقع صورت مسئله توی مختصات دکارتی مطرح کرده مختصه پی رو. برای اینکه بتونیم نقطه آر رو مشخص کنیم و مقدار آر رو در نقطه پی بدونیم، کافی هستش که برگردیم به تبدیلات پارامترها. آر برابر میشد با رادیکال x2 علاوه y2
x و y نقطه p که یک هست هر دو رو وارد این رادیکال میکنیم و برابر میشه با رادیکال دو. بنابراین حد بالای انتگرال ما رادیکال دو خواهد بود. خب به راحتی جایگذاری میکنیم و به ما دو رادیکال دو سوم r هت رو میده. حالا اگه بخوایم که این جوابی رو که به دست آوردیم بر حسب مختصات دکارتی بنویسیم، یعنی بر حسب i هت و j هت، کافی هستش که r هت رو انتقال بدیم به دستگاه دکارتی و بر حسب i هت و j هت بازنویسی کنیم. اینجا برای انتقال ما حتما فی رو لازم داریم. اما فی رو چطور میتونیم به دست بیاریم؟ قبلتر توی همین تبدیلات پارامتری فی برابر شد با آرک تانژانت ایگرگ ایکسوم که اینجا ایگرگ ما یک هست و ایکس ما هم یک، یعنی آرک تانژانت یک که مربوط به زاویه 45 درجه یا پی چهارم هست. بنابراین کوسینوس پی چهارم میشه رادیکال دو دوم و سینوس پی چهارم هم میشه رادیکال دو دوم. این عبارت رو جایگزینی میکنیم به جای آر هت و جواب نهایی ما میشه دو سوم آی هت علاوه دو سوم جی هت. همونطور که میبینین این جواب با جوابی که در مسیر قرمز به دست آوردیم یکسان نیست و در واقع مسیری که انتخاب میکنیم روی انتگرال ما تاثیر میذاره. سراغ مسئله سوممون میریم که باز هم مسئله در مورد انتگرال گیری برداری هست. گفته با در نظر گرفتن تابع f، این تابع رو اینجا داده، حاصل انتگرال a تابع f دات دی ال رو در رو به دایره مطابق شکل پیدا کنیم. این مسئله رو هم میشه در دستگاه دکارتی حل کرد هم در دستگاه قطبی، اما از اونجایی که f ما در واقع یه عبارت x y داره بهتر هستش که در دستگاه دکارتی حل کنیم. اگر که تابع شما شامل x2 علاوه y2 بود قطعا حل کردن اون در دستگاه قطبی بسیار راحت تر بود، اما از اونجایی که ضرایب مربوط به x y یا حالا توانهای بالاتر x یا y وجود داشته باشه کار در دستگاه قطبی بسیار سخت میشه، بنابراین تو دستگاه دکارتی کار رو ادامه میده. خب اینجا پس fمون رو همونطور که به صورت مسئله بهمون داده بود جایگذاری میکنیم. در مورد dl هم که توی مختصات دکارتی برابر میشه با dx i هت علاوه dy j هت به راحتی جایگذاری میکنیم. از اونجایی که ضرب داخلی هست اینجا ما خودمون یه آی هت داریم، اینجا هم دی المون یه آی هت داره، پس بنابراین فقط در واقع مؤلفه های همسو با هم کنار انتگرال قرار میگیرن. انتگرال ای تابی ایکس ایگرگ دی ایکس میشه منهای انتگرال ای تابی دو ایکس دی ایگرگ، که حالا این ای تابی ها برای اینها توضیح داره. از اونجایی که انتگرال اولمون تغییراتش روی ایکس مطرح شده، از A تا B تغییرات X از 3 هست تا 0، ولی قسمت دوم و انتگرال دوم تغییرات DY هست که از A تا B تغییرات Y میشه از 0 تا 3. نکته که اینجا وجود داره این هستش که ببینین دوستان ما تغییرات رو به حسب X داریم می نویسیم، منتها Y به X وابسته است چون روی یک مسیر دارن حرکت می کنن، روی یک مسیر دایروی. وابستگیشون به چه صورت هست؟ به این صورت های x2 به علاوه y2 برابر با توان 2 شعاع این مسیر میشه. پس بنابراین x2 به علاوه y2 میشه 9. بنابراین ما x y رو توی انتگرال اولی باید بر حسب x بازنویسی کنیم که میشه رادیکال 9 منهای x2. x رو هم در انتگرال دومی باید بازنویسی کنیم که میشه رادیکال 9 منهای y2. بعد از اون به راحتی میتونیم انتگرال ها رو انجام بدیم و محاسبه کنیم و با جایگذاری حدود انتگرال در نهایت به جواب منفی 9 در 1 علاوه پی دوم میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، در خدمتون هستم با حل مسئله بخش واگرایی و تا برداری. از مسئله واگرایی برداری شروع میکنیم. صورت سوال به این صورت مطرح شده که با در نظر گرفتن شار میدان مغناطیسی به صورت B مساوی K آرام فی هرد ناشی از یک سیم بلند حامل جریان الکتریکی دیورژانس B را بیابید. نکته اولی که در صورت این سوال باید خدمتون عرض کنم این هستش که ما انشاءالله در فصلهای آتی میدان مغناطیسی ناشی از یک سیم بلند حامل جریان رو خودمون پیدا میکنیم و اونجا هم باز به همین میدان میرسیم، یعنی یک میدان معکوس شعاعی در راستای فی هت.
و نکته دوم، ممکن بود در صورت این مسئله به جای این که از شما دیورژانس بی رو بخواد، واگرایی بردار بی رو میخواست. هر دو مفهوم یکی هست و در واقع دیورژانس یک تابع برداری به شما واگرایی اون تابع برداری رو میده. این نکته رو مد نظر داشته باشید. به سراغ حل مسئله میریم. از روی میدان مغناطیسی که توی صورت سوال به ما داده، یعنی از روی این آره کوچیک و فی حد، به راحتی میشه متوجه شد که میدان مغناطیسیمون در مختصه استوانه‌ای ذکر شده، بنابراین دیورژانس هم باید در مختصه استوانه‌ای حل بشه. در قسمت مرور فرمول‌ها دیدیم که دیورژانس یک تابع برداری یک فرمول کلی داره بر مبنای اچ ها و یو ها، که گفتیم اچ ها و یو ها از داخل این جدول به راحتی بر حسب دستگاهی که در اون هستیم میتونه انتخاب بشه، که اینجا دستگاه ما دستگاه استوانه ای هست، بنابراین اچ 1 مون 1، اچ 2 مون آر، اچ 3 1، یو 1 آر، یو 2 فی و یو 3 زد خواهد. دیورژانس بی رو از ما خواسته بود، بر مبنای مختصات استوانه ای دیورژانس بی رو بازنویسی کردیم. نکته که اینجا وجود داره این هستش که با توجه به اون میدان مغناطیسی که در صورت سوال به ما داده بود که فقط راستای فی حد داشت، بنابراین ما فقط مؤلفه فی داریم برای بردار بیمون و مؤلفه آر و زدش صفر هستن. بنابراین ترم و قسمت اول این کروشه و قسمت آخر این کروشه صفر خواهد بود و دیورژانس بیمون برابر میشه با یک آروم روند به روند فی بی فی اینجا ذکر کرد. از اونجایی که ما بی فیمون که در واقع همون بیمون هست تغییراتی نسبت به پارامتر فی نداره، بنابراین مشتق جزئیش نسبت به فی برابر با صفر میشه و دیورژانس بی رو صفر میکنه. دیورژانس بی وقتی مساوی با صفر بشه به این معنی هست که میدان ما واگرایی نداره و خطوط میدان بسته هست و در واقع نشتی وجود نداره. به این میدان ها سلونوئید هم میگن، ممکن هست بعضا توی مسائل باهاش مواجه بشیم. میدان سلونوئید میدانی هست که دیورژانسش صفر هست یا به عبارتی واگرایی و نشتی درش وجود نداره. سراغ مسئله بعدیمون میریم. باز همین مسئله در پس واگرایی برداری داره ذکر میشه. صورت سوال به ما گفته با در نظر گرفتن شار خروجی حاصل از تابع برداری F که این تابع به صورت AR حد هست از یک کره حفره دار که حفره اون هم هم مرکز با کره هست، درستی این معادله رو ازمون خواسته. برای بررسی درستی این معادله قبل از اینکه شروع به حل کنیم این نکته رو بگم، انتگرال دیورژانس یک تابع برداری دی وی برابر با انتگرال سطح بسته همون تابع برداری داتش در دی اس قضیه ای رو تشکیل میده به نام قضیه دیورژانس، که انشاءالله در ادامه مباحث ما به سراغ این قضیه به صورت اختصاصی هم خواهیم رفت. خب سمت چپ معادلمون دیورژانس اف دات دی وی بود، بنابراین ما باید دیورژانس رو محاسبه کنیم، دی وی رو هم محاسبه کنیم، داخل انتگرال قرار بدیم تا ببینیم که نتیجه انتگرال سمت چپ چه خواهد. برای محاسبه دیورژانس که باز به سراغ فرمول کلیش میریم، این بار چون که شکل ما طبق صورت مسئله دو کره هم مرکز هستن در واقع، بنابراین مختصات کروی رو باید انتخاب کنیم. اچ ها و یو ها رو از سطر مربوط به مختصات کروی انتخاب می‌کنیم. همینطور اف رو هم که تابعمون بود از رو صورت مسئله داریم، بنابراین دیورژانس اف رو اگر بازنویسی کنیم بر حسب این فرمول برابر میشه با سا. پارامتر بعدی که باید به دست بیاریم دی وی هست، یعنی دیفرانسیل حجمی، المان حجمی. المان حجمی باز میریم سراغ مختصات کروی، فرمول کلیش رو داریم، اچ ها و یو ها رو مربوط به مختصات کروی در داخل فرمول کلی قرار میدیم و دی وی که المان حجمی دستگاه کروی میشه برابر میشه با آر 2 سینوس تتا دی آر دی فی و دی تتا. خب حالا یه جایگذاری بکنیم. انتگرال سمت چپمون انتگرال دیورژانس اف دی وی بود. دیورژانس اف به دست اومد سه آ
دی وی برابر شد با آر دو سینوس تتا دی آر دی فی دی تتا. میرسیم به حدود انتگرالمون. در مورد دی آر حدود انتگرال ما از اونجایی که یک حفره داخل این کره بزرگ قرار داره، حدود انتگرال آر ما میشه از آر یک، یعنی از شعاع حفره تا شعاع نهایی پوسته بزرگ، از آر یک تا آر دو. در مورد حدود فی صفر تا دو پی هست چون کره کامل هست. در مورد حدود تتا هم که صفر تا پی هست باز چون کرهمون کره کاملی هست، به راحتی جداسازی انجام داده و هر دیفرانسیل رو با پارامتر مربوطه داخل انتگرال مربوط به خودش قرار داده و انتگرال گیری کردیم.